کارن دکر شارژ دافر سفارت آمریکا بر افغانستان ضمن تأکید بر مسئولیت حقوق همه آنها به شمول زنان از محرومیت دختران آنان از آموزش در شروع سال جدید تحصیلی در افغانستان انتقاد کرد. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل از ناپدید شدن اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان خبر داده است. شرح بیشتر در این مورد را از فرخنده پیمانی میشنویم که همین اکنون هم در استودیو با ماست. فرخنده، کمی بیشتر در مورد اظهارات شارژ دافر سفارت آمریکا بر افغانستان و گزارش سازمان عفو بین الملل برای ما بگو. با سلام به شما سرجان و بیننده عزیز، شارژ دافر سفارت آمریکا بر افغانستان با تاکید بر مسئولیت حقوق همه افغانها به شمول زنان از محرومیت دختران از آموزش و تحصیل و نیز تجلیل نشدن رسمی نوروز بر 30 سال متوالی در افغانستان انتقاد کرد و همچنان افزود که ممنوعیت های وضع شده از سوی طالبان بر دختران و زنان و همچنان ممنوعیت تجلیل از نوروز به گفته وی بیانگر تاریخ و فرهنگ افغان ها نیست. در مورد اظهارات کرندکر و همچنان گزارش سازمان عفو بین الملل مبنی بر تشدید ناپدید شدن افراد در زیر حاکمیت طالبان در این گزارش با هم میبینیم. کرن دکر، شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان، ناوقت روز چهارشنبه در گفتگوی آنلاین از دوحه پایتخت قطر با شماری از مسئولان رسانه‌های افغانستان و خبرنگاران گفت که طالبان ده‌ها فرمان را برای محدود کردن زنان صادر کردند. بر اساس محاسبات ما، طالبان بیش از 50 فرمان صادر کردند که اعمال زنان افغان را محدود می کند. زنان افغان باید چی کار کنند، کجا بروند، چگونه لباس بپوشند، چه زمانی دیده شوند و چی بگویند. هیچ کشوری دیگری در جهان نیمه جمعیت خود را به طور کامل عصف نکرده است. حکومت طالبان از آگست 2021 محدودیت های فزاینده را بر زنان و دختران افغانستان در عرصه های آموزش، کار و فعالیت های اجتماعی بیرون از منزل وضع کردند. خانم دکر بر اهمیت آموزش زنان و دختران اشاره کرد و در واکنش به اظهارات رهبران طالبان مبنی بر این که نمی خواهند افغانستان به کمک های خارجی وابسته باشد، گفت که ممنوعیت نیمی از جمعیت یک کشور از آموزش و کار به گفته وی کشور را بیشتر به کمک های خارجی متکی می سازد. مسئولیت حقوق همه افغان ها از جمله زنان برای افغانستان از نظر راهبردی مهم است، نه به این دلیل که ایالات متحده می گوید، بلکه به این دلیل که افغان ها بارها گفتند که می خواهند زنان تحصیل و کار کنند و آنها خواهان مشارکت زنان در اجتماع هستند. از سوی دیگر، سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش در مورد ناپدید شدن‌های اجباری در جنوب آسیا گفته که افغانستان میراث وحشتناکی در این زمینه دارد و بازگشت طالبان آغاز عصر جدید این ناپدید شدن‌هاست. این گزارش که ناوقت روز چهارشنبه نشر شد، رژیم‌های مختلف افغانستان به شمول جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، حکومت مجاهدین، حاکمیت اول و دوم طالبان را به بررسی گرفته و گفته است که همه به نحو شاهد میراث شدن‌های اجباری بوده است. بر اساس این گزارش، حاکمیت دوباره طالبان بحران ناپدید شدن‌های اجباری را در افغانستان تشدید کرده است. جمهوری اسلامی افغانستان با وجود حمایت‌های بین‌المللی نتوانست موج ناپدید شدن‌های اجباری را با گروه‌های مانند طالبان و شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش مهار کند. سازمان بین المللی مهاجرت در یک گزارش تازه خود دیدگاه زنان در سراسر افغانستان را در مورد وضعیت فعلی زنان و اولویت‌هایشان منتشر کرده و در آن آمده که 67% از زنان افغان نگران هستند که به رسمیت شناختن حکومت طالبان این محدودیت‌ها را دوامدار خواهد ساخت و 57% زنان گفتند که زمانی که بدون محرم از خانه خارج میشن احساس ناامنی میکنند و گفتند که تاثیرات منفی این محدودیت‌ها را در خانواده هایشان و برخورد های اجتماعی در اجتماع هم حس میکنند.